انشالله حال همه خوبه. کسی ایشوی نداره با فارسی؟ من برای یه خوره متفاوت بودن یک کمی فارسی صحبت میکنم جلسه. It's okay? جونم؟ Good? Okay, خدا رو شد. خیلی پوینت های خوبی میگن رابای. It's really beautiful. جالبه که برای من شخصا خیلی جالبه که دو تا اسکول مختلف رو داریم تجربه میکنیم. یه اسکولی که اسمش رو میذارم ریلیجیوسیتی و یه اسکولی که ما اسمش رو میذاریم اسپریچوالیتی. اینه که دیدن هر دو سایت به نظر من خیلی خوبه، خیلی جالبه. دو جور نوت دارم برای امشب. دو تا درس مختلف آماده کردم. اول خواستم که کلاسمون یه خورده هارد تو هارد تر باشه، نزدیکتر باشه. بیایم راجع به چالنجایی که ممکنه توی ریلیشنشیپ پیش بیاد با هم صحبت بکنیم، پرکتیکال تر با هم صحبت بکنیم. یه مقدار نوت برداشتم برای اون کار. بعد دوباره برگشتم به یکی از درسایی که استادم رابای برگ داده بود و بعد یه بیگ پیکچری از ریلیشنشیپ و یه سری نوت دارم از اون. یعنی که هنوزم خودم موندم توش which way to go. کیا هفته پیش اینجا نبودن؟ Oh my god. Wow. Okay. پس سعی میکنم میکس بکنم هر دوش رو. اصولا یه ریلیشنشیپ یه تجربه ایه، یک انرژی به وجود میاد بین دو نفر. و فقط ریلیشنشیپی که امشب صحبتش میکنیم صرفاً بین یه زن و شوهر نیست. ریلیشنشیپی که توی کبالات صحبت میشه ریلیشنشیپ ماست با تمام دنیا. یعنی اگر دقت کرده باشی میبینید کسانی که ریلیشنشیپشون توی خانواده خوبه، با زنشون خوبن یا با شوهرشون خوبن، توی جامعه هم با مردم ریلیشنشیپ خوبی دارن، مردمی ترن. به قول معروف اون کسی که توی خونه خدایی نکرده ایشو داره، توی جامعه هم ایشو داره، ممکنه با شریکش هم ایشو داشته باشه، ممکنه با خانوادهش هم ایشو داشته باشه، صرفا با زنش یا با شوهرش نیست که مسئله پیدا میکنه، با همه پیدا میکنه. و مهمترین چیزی که توی یه ریلیشنشیپ مهمه مسئله عشقه. مسئله عشقه. ما یاد میگیریم که داستان خیلی معروفی هست که ربی اکیوا رو، ربی اکیوا معلم ربایی ربی شمعون بر یوحای بوده، درست 2500 سال پیش وقتی که رومی ها اورشلیم و اسرائیل رو گرفته بودن، یک شب شباتی قیصر روم میاد ربی اکیوا رو میگیره، میگه که این تورای شما، یه جمله بگو این تورای شما چیه؟ و میدونیم که شنیدین حتما اینو که ربی عکیوا میگه تورای ما میگه همسایت رو مثل خودت دوست بدار، بقیهش تفسیره. یعنی اگر من خودم رو برسونم به جایی که همسایه‌ام رو مثل خودم دوست بدارم، کارم انجام. پس در درجه اول وقتی که نگاه این جمله میکنیم که همسایت رو مثل خود دوست بدار، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما خودمون رو دوست داریم؟ آیا من برای خودم عشق دارم؟ آیا من خودم رو عاشق خودم هستم یا نه؟ و بعد وقتی که بیشتر نگاه میکنیم میبینیم اگر من خودم رو دوست نداشته باشم، اگر من عاشق خودم نباشم، نمیتونم هیچ کسی دیگه رو دوست داشته باشم.
یعنی عشقی در وجود من نیست که بتونم با دیگری شعرش کنم. وقتی که میگم عاشق خودم نباشم، منظورم اون حالتی که با قول ما ایرانی ها میگیم قربون خودم برم نیست. یعنی که من قربون خودم میرم به خاطر که یه تلنتی دارم، قربون خودم میرم چون من پولدارم، قربون خودم میرم چون من اینم رو اونم. نه. وقتی که من با خودم کانتنتم، وقتی که من با خودم راضیم، من وقتی که خودم با تمام خوبی هایی که دارم دوست دارم و حتی عاشق خودم، هنوز خودم رو دوست دارم، با اینکه هر روز ممکنه که هزار تا اشتباه بکنم و خطا بکنم و خیلی چیزا باید یاد بگیرم. وقتی که میخوایم راجع به عشق صحبت بکنیم، دوست داشتن خودمون، یاد میگیریم که این عشق یه چیزی نیست که آدم به دستش دارتش، یه چیزی که باید به دستش بیاره، یه چیزی هست که باید روش کار بکنه تمام زندگیش. و تنها کاری که قرار من و شما بکنیم نسبت به رابطه‌مون، نسبت به اسپاوسمون و یا نسبت به خانواده‌مون و یا نسبت به جامعه، اینه که در درجه اول خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو بشناسم، واقف بشم که what is good about me, what are my talents، چه زخوتهایی دارم، چه بلسینگایی توی زندگی من هست، consciousnessی که دارم چطوره، و بعد اشکالایی که دارم چیه، و بتونم این اشکالاهم رو برطرف بکنم، ریمووش بکنم. ما در کبالا یاد میگیریم که تنها دلیلی که ما تو این دنیا هستیم به خاطر اینه که من قرار خودم رو عوض کنم. وقتی که توی تورا بیگینینگش میگه خدا آدم رو آفرید، بعد دید که کامل نیست، زن رو آفرید، یعنی چی؟ یعنی دید آدم تنهایی برای خودش، یعنی اگر من برم توی قله کوهی زندگی بکنم هیچ وقت عوض نمیشم، همونی میمونم که هستم. وقتی که دیگران توی زندگی من هستن، کسانی که به من نزدیکن، اونا یه آینه میشن از اون چیزهایی که من باید توی خودم عوض کنم. و اگر من یاد بگیرم که عوض بکنم اون ساید افکت هایی که دارم، اشکالایی که دارم، نقص هایی که دارم، روش کار کنم و خودم رو عوض بکنم، اون وقت هست که هم خودم رو دوست خواهم داشت، هم زنم رو دوست داشتم داشت، هم خانوادم رو دوست داشتم و هم جامعه رو دوست داشتم. پس در درجه اول پیدا کردن عشقی هست که در وجود خودم هست. و این عشق چیه که در وجود ما هست؟ من وقتی که میگم قربون خودمون نمیخوایم بریم، اون کانسپت رو نمیگم، به خاطر که من و شما از دو تا انرژی مختلف به دنیا آمدیم، دو تا کانشسنس مختلف در ما وجود داره، یکی روح ما هست، یکی سول ما هست، اون اسپکت خدایی هست که در وجود ما هست، همون قسمتی از نور خدا که در وجودمون هست، و اون اسپکت عشق، محبت، کامپشن، اندرستندینگ، مهربونی، خوبی، گذشته، هر چیز خوبی رو که در دنیا من و شما میخوایم، اون چیزی هست که در وجودمونه و اون 99% وجودمونه. اون قسمتی که باعث میشه خدای نکرده من سلفیش باشم، من غرور داشته باشم، من خشم داشته باشم، من دروغ بگم، من حسادت کنم، اون 1% هست که این بدن است. حالا من چطور میتونم اون عشق رو پیدا بکنم؟ چطور میتونم عاشق خودم باشم؟ وقتی که سولم رو بشناسم، وقتی که نشامام رو بشناسم. یک کانسپتی هست در کبالا مقوبلی میگن که ما باید این اندرستندینگ رو داشته باشیم که همه ما مثل یک الماس رو میبینیم و که دایموند، اون سولی که در وجود یکی که ماست، it's like a diamond, it's a shining diamond، یک الماسی هست که پیوره و پیوره. این الماسه تا
تحت کنترل، نه که تحت کنترل، شاید بگم درست نیست بگم، در وجود بدن فیزیکلی ما هست. و وقتی که بدن فیزیکلی کنترل میکنه الماسه رو، اون وقت هست که الماسه کاور میشه، خودش رو نشون نمیده، اون نوری که در وجودمون هست اکتیویت نمیشه، بیدار نمیشه و بدن هست که کنترل میکنه نشانه رو. و به خاطر همونه که من ناراضیم، ناراحتم، غم میگیرتم، خشم پیدا میکنم، دیسپوینتد میشم، توقع دارم، احساس انتایتلمنت بهم دست میده، از دنیا ناراحتم، از زنم ناراحتم، از بچم ناراحتم. چیزی که دلم میخواد با خودتون امشب ببرین اینه که هر چالنجی که توی زندگی پیش میاد، هر ایشویی که تو زندگی پیش میاد که توسط کسانی هستن که توی زندگی من هستن، تهیه شدن از طرف خود خدا به خاطر اینکه من بتونم خدایی که در وجود خودم هست، اون عشقی که در وجود خودم هست بیارم و یکیش کنم با خود. این جمله خیلی قشنگی رو که در ایران قبل از انقلاب شروع میکردیم، میگفتیم به نام خداوند بخشنده مهربان. I love that. به خاطر که احساس میکنم خیلی کمک میکنه که درک بکنیم همین دو صفت و همین دو تا متافور ساده رو، بخشنده و مهربان. و اون چیزی که در وجود ما هست، اون سولی که در وجود ما هست، اون عشقی که در وجود ما هست، اگر این دو تا متافور رو، این دو تا کاراکتر رو من پرکتیسش بکنم، اون وقت هست که در هر ریلیشنشیپی موفق خواهم شد. یه لیست بزرگی دارم، نمیدونم چقدر وقت داریم یا چقدر حوصله داریم یا چقدر انرژی داریم که بتونم این لیست رو باهاتون شیر کنم. در درجه اول کابالیستا عقیده دارن که اولین پریسپتی که من باید برای خودم بذارم که بدونم که من سنتر مرکز یونیورسی هستم که در دنیا وجود دارم. اینو نمیگم که احساس غرور اشتباهی بکنیم، اینو میگن به خاطری که ولیو خودمون رو بدونیم، ارزش خودمون رو بدونیم، بدونیم چه ایمپکتی میتونیم هم ایندیویدوالی برای خودمون داشته باشیم، هم برای دنیا داشته باشیم. ما هر وقت خودمون رو دست کم میگیریم، کی من خودم رو دست کم میگیرم؟ وقتی که بدنه رول میکنه نشامه هره. نشامه‌ای که در وجود ماست، نوری که در وجود ماست، همون ذره‌ای از نور خداست. یعنی خداست. یعنی در وجود ما قدرتی وجود داره که میتونه همه چیز رو عوض کنه، همه چیز رو بهتر کنه. هر روز عشق ببرزه، هر روز محبت کنه، هر روز استقامت داشته باشه، هر روز بردبار باشه، هر روز ببخشه، هر روز مهربون باشه، هر روز بتونه دنیا رو عوض کنه. میبینیم شخصیت هایی هستن در دنیا، در تاریخ، که دنیا رو عوض میکنن for the good. هستن کسانی که دنیا رو عوض میکنن for the bad. اون چه دسته ای هستن؟ اونایی هستن که رول شدن از غروره، بدنه. ولی وقتی که کسی بیاد اون نوری که درش هست، اون عشقی که درش هست رو بکنه کاز زندگیش، نه افکت زندگیش، کاز زندگیش، و بعد بدنه رو استفاده بکنه برای منفست کردن نورش، اون وقت هست که میتونه با جرأت بگه
من سنتر یونیورس هستم. و وقتی که این رابطه رو با نوری که در وجود خودم هست، یعنی با خدایی که در وجود خودم هست، پیامتی بذارم، دیگه هر ریلیشنشیپ دیگه‌ای سکندری میشه. یعنی شما ایمجین کنید که هر وقت یک چالنجی پیش میاد بین شما و اسپاوستون، بین شما و خانوادتون، بین شما و شریکتون، دوستتون، در درجه اول بگید این یک ریلیشنشیپ دو نفره نیست، یک تراینگله. ریلیشنشیپ من و زنم هست و خدا، ریلیشنشیپ من و شریکم هست و خدا، ریلیشنشیپ من و برادرم هست و خدا. خدا این وسط هست، خدا این وسط وجود داره. و وقتی که من هر تصمیم میخوام بگیرم، هر ریاکشنی میخوام نشون بدم، هر طوری که میخوام فیس بکنم این چالنجی که با طرف دارم، اگر خدا رو بیارم این وسط، بدونم، حسش بکنم، نه اینکه چشمم رو ببندم، نه اینکه بدنه بیاد تیک اوور کنه، نظر خدا رو ببینم، اون وقت هست که میام یه خود میکنم، یکی میکنم نور خودم رو با نور خدا، و اون وقت هست که کار درست انجام میدم، اون وقت هست که میشم مثل خود خدا. ما در کبالا یاد میگیریم که کاز باشیم نه افکت. یعنی چی کاز باشیم؟ یعنی من قرار تأثیر گذار باشم در یک ریلیشنشیپی پازیتیولی، نه اینکه تأثیر افکت چی میشه به فارسی؟ تأثیر پذیر باشم. اگر تأثیر پذیر باشم دیگه خدا نیستم، دیگه بدنم، دیگه غرورم، دیگه اون عنصر ضعیفه هست که همیشه در احتیاجه باعث افکت میشه. وگرنه اگر من درک بکنم که من میخوام کاز همه چیز باشم، من میخوام عشق رو شروع کنم، من میخوام محبت رو شروع کنم، من میخوام سازش رو شروع کنم، من میخوام کار درست انجام بدم، من میخوام حرف درست رو بزنم، نه اون حرفی که میخوام ببره، ولی اون حرفی که درسته، اون قدمی که درست داره انجام بدم. ولو این که توی این ریلیشنشیپی که دارم یارم چه ریسپاندی انجام بده، یا چی بخواد بگه، یا چی بخواد جوابمو بده، از لانگ از این که من خدا رو بیارم با خودم یکی کنم که بشم، دوباره میگم یه خود باشم مثل خدا، اون وقت هست که حرف درستر میزنم. دیگه اون وقت برای من مهم نیست که کی ببره، اون وقت برای من مهم نیست که کی ببره، اون وقت برای من مهم نیست که طرف راجع به من چی فکر بکنه. It's not about pride. It's not about غرور. دیگه نمیگم غرورم شکسته شد. دیگه نمیگم دلم شکسته شد. دیگه نمیگم هرت شدم. من و شما هیچ وقت نمیتونیم خدا رو هرت کنیم. چرا؟ به خاطر که خدا کازه. خدا افکت پذیر نیست. خدا رو نمیتونید تأثیر بذارید روی نور خدا. شما پنجره رو ببندید خورشیده در میاد. خورشید نمیگه چون پنجره رو بستی من امروز طلوع نمی کنم. خورشیده نمیگه چون تو امروز آدم خوبی نبودی من کارم رو انجام نمیدم. کارم رو انجام میدم. تمام درسی رو که دلم میخواد باهاتون شیر کنم، تمام این کانسپتی که میگیم ما باید خودمون رو عوض کنیم، من اومدم که خودم رو عوض کنم، من اومدم توی این دنیا که خودم رو عوض کنم، هر کسی که توی زندگی من هست یک آینه‌ای هست از اون چیزی که در من باید عوض شد. گفتنش آسونه، تنها طوری که میتونم بیارمش توی اکشن که واقعا دیزایر داشته باشم که بخوام عوضش بکنم. یک آدمی که الکلیه، اگر دیزایر نداشته باشه که الکل بذاره کنار، نمیتونه الکل بذاره کنار. یک کسی که
دراگی خدای نکرده اگر متنفر نباشه از افکت زیر افکت بودن دراگت نمیتونه بزنتش کنه از لانگ از این که هنوز داره لذت میبره از مشروبه از دراگه از غروره از انگره هنوز داره لذت میبره نمیتونه خودش عوض کنه ببینید ما یک کانسپتی که در کبالا هست یکی از قسمت‌هایی در کبالا که از استرولوژی وقتی که ما راجع به استرولوژی می‌خونیم وقتی راجع به خودمون می‌خونیم و یاد می‌گیریم که من به خاطر زمانی که به دنیا اومدم جایی که به دنیا اومدم دیزاین شده که سرتن انرژی روم تأثیر بذاره و خصوصیات مختلفی داشته باشم و وقتی که بیام راجع به خودم بخونم و یاد بگیرم که نقطه ضعفام چیه تنها وقتی میتونم این نقطه ضعف‌ها رو عوض بکنم که دیزایر داشته باشم عوضش بکنم دوستشون نداشته باشم من میدیدم در فرهنگ ایران که اگر یک پدری عصبانی میشد فریاد میزد و بچه حرف گوش میکرد پدر خیال میکرد This is the right way to do من باید داد بزنم من عصبانی شدنم works یکی از ایشوهایی که فرضاً من خودم رو مثال میزنم من در ماه آبان به دنیا آمدم اسکورپیو هم یکی از بزرگترین ایشوهایی که اسکورپیو داره کنترله حالا اگر اسکورپیو ریلایز نکنه که این دیزایر کنترل کردن دنیا برای اسکورپیو یک سمه دیستراکتیوه و لذت نبرم ازش به خاطر اینکه سمها اون سمایی که در ما وجود داره درست مثل دراگه به همون یک اینستنت گرافیکیشنی میده یه لذت موقتی میده من وقتی که کنترل میکنم یه نفر رو کنترل میکنم یه سازمانی رو کنترل میکنم سر کارم based on what I believe what I think is right و در نظر نمیگیرم که این سیچویشنی که پیش اومده is there for me to give up control و این دیزایره رو نداشته باشم که فیکسش بکنم I'll never change I live with it تا وقتی که درک نکنم تشخیص ندم ببینید وقتی که خدای نکرده یه مریضی میره پیش دکتر دکتر وقتی میتونه طرف رو به طرف کمک بکنه که تشخیص بده که اشکالش چیه تشخیص بده که چه میکروبی تو وجودش هست تا اون باکتری رو پیدا نکنن انتیبیوتیک رو نمیتونن پیشنهاد بکنن پس من در درجه اول باید تشخیص بدم که what do I need to change in myself و وقتی که بخوام این strong desire transformation در خودم به وجود بیارم اون وقت هست که هر چلنجی که تو زندگی پیش میاد توسط یارم، دوستم، شریکم، فامیلم، آدم های random in my life اون وقت ریالایز میکنم که هر چیزی داره پیش میاد که اگر خدای نکرده باب دل من نیست it's probably اون کویتی هست که در سیستم consciousness من هست و باید عوض بشه فرضاً دارید توی فریوی درایو میکنید یه دفعه یه نفر میپیچه پیش جلوتون و شما for all the good reason ناراحت میشید که پیچیده جلوتون you have an appointment to make یه دفعه یه خانم 95 ساله‌ای با یه ماشین میشه جلوتون شما احتیاج دارید با سرعت 60 برید to make your appointment طرف با سرعت 10 داره میره جلوتون من باید در درجه اول بگم که Why this is happening for me؟ چرا این اتفاق داره برای من پیش میاد؟ این خانم 100 ساله خدا گذاشته جلو من حالا من میتونم دو جور نگاهی جریان بکنم یا immediately بدنه تیک اوور کنه غروره تیک اوور کنه عصبانی بشم، دلخور بشم بوق بزنم بزنه بگم You shouldn't be driving مادر برو دیگه خونه right ناراحت هم بشم اعصابم هم خرد بشه و وقتی هم میرسم سر اپوینتمنتم
یا آدم نگتیوی باشم یا ریلایز بکنم که I'm not being patient. I have issue with patience. I have issue with not believing که خدا اون چیزی رو گذاشته جلو من که it's perfect for me. وقتی که من عجولم و کسی میخواد صحبتش رو بکنه به خاطر عجلم فرصت نمیدم که طرف صحبتش بکنه، در همون حال یه لحظه سبز کنم بگم چرا خدا این انسان رو که من الان در این موقعیت احساس میکنم احتیاجش ندارم گذاشته سر من، بعد نگاه کنم به خودم و ببینم شاید من احتیاج دارم که مهربون تر باشم، احتیاج دارم گوش شنوایی داشته باشم. It's my luck. هر چیزی که توی زندگی پیش میاد از طریق مخصوصا کسانی که توی زندگیمون از همه به من نزدیکترن، It's there for me to see what I need to change. یعنی شما تصور کنید که اگر بیام کاملا consciousnessم رو نسبت به دیدن دنیا، perceptionم رو نسبت به اتفاقایی که به دنیا میفته کاملا عوض بکنم، بگم I want to love everybody that is in my life. چرا؟ به خاطر که داره نشون میده که من باید چی عوض بکنم. حالا دلم میخواد اینو کلیر بکنم، وقتی که میگم love thy neighbor، حالا اگر یک آدم نگتیو منفوری توی زندگیم بود باید هنوز بگم I love him and I put up with him، یا اگر خدای نکرده در یک ریلیشنشیپی هستم که it's an abusing relationship، من بگم no I love him I'm gonna stay with it. نه چون بعضی وقتا ما گرفتار میشیم، قربانی میشیم و میمونیم توی یک ریلیشنشیپی که destructive، سمیه، خرابه و میذاریم رومون افکت بکنه. چرا؟ چون جرأت ندارم حرفمو بزنم، دیگه کاز نیستم. هر وقت که من کاز نیستم، هر وقت که من تأثیرگذار نیستم، تصمیم درست رو نمیتونم بگیرم، اون وقت هست که نشامه برده بدنه شده، برای کارش رو درست انجام نمیده. پوینتی که در کبالا یاد میگیریم اینه که من باید مسئولیت تمام اتفاقایی که توی زندگی برام پیش اومده رو قبول کنم. هر چیزی که توی زندگی برام پیش اومده مسئولیتش رو قبول کنم. حالا این دادزمین که خجالت بکشم از خودم، این دادزمین که گیلت داشته باشم، پشیمونی داشته باشم. یعنی من نمیتونم بشنم بگم این وای بر من هفته پیش من این کار کردم، من چقدر آدم بدیم، چقدر آدم منفوریم، چقدر آدم احمقیم، چقدر اشتباه کردم، بشینم یه گوشه خودم رو بخورم. من باید ریالایز بکنم که چلنج هایی پیش میاد، سیچویشن هایی پیش میاد که باعث میشه که من ببینم اون چیزی که باید توی من عوض شه و ایمیدیتلی فیکسش بکنم، ایمیدیتلی مووان کنم. یه چیزی که دلم میخواد نقش ببندید روی کانشسنستون، اون چیزی که انفورچونتلی کالچر ایران خیلی روی ما تاثیر میذاره، گیلته، پشیمونیه. و ما در کبالا یاد میگیریم که خدا کریئتور گیلت نیست، ساتان هست که میخواد تو بشینی تو خونه دلت بگیره از خودت بدت بیاد. ساتانه که میگه خیلی آدم بدی هستی، ببین چقدر اشتباه کردی، don't do this anymore، دیگه تکرار نکنین و تو این کار دیگه نیستی، چقدر حرف بدی زدی، چقدر اشتباه کردی، دیروز این خطا رو کردی، دیروز این کار کردی، دیگه self confidence هم از دست بدم، انرژی هم از دست بدم، نشامم نابود بشه. نه، ما constantly توی این wavelengthی که توی دنیا وجود داره قرار میگیریم و من قراره که هر دفعه که اشتباهی کردم immediately که بگم I got it, I'm gonna fix it, I'm gonna move on و فراموش کنم، forgive کنم، ببخشم خودم رو. چون اگر خودم رو نبخشم، اگه یاد نگیرم که خودم رو ببخشم،
اون وقت یاد نمیگیرم که هیچکی رو میبخشم. دیگه هر پینی توی زندگیمه یادم میاد. دیگه هر کسی هر کاری سرم آورده یادم نمیره. I carry the pain, I carry the luggage of garbage with me all the time. من اگر موان نکنم در درجه اول باید یاد بگیرم که خودم رو ببخشم. آقا من روزی 100 بار اشتباه میکنم. بشر همینه. قراره که اشتباهی بکنه که یاد بگیره که موان کنه. قرار نیست که اشتباه بکنه بعد بره توی کنجه خلوت خونش بشینه و بزنه توی سر خودش. اگه این کار کرد اون وقت میشه ویکتم کانشسنس خودش و بعد همه دنیا رو بلیم میکنه برای همه چیز. میشه یک آدمی که ویکتمه، یک آدمیه که نقنقوه، یک آدمیه که به همه گله میکنه، یک آدمیه که همه رو مسئول گرفتاری خودش میکنه. من باید بدونم که هر کسی توی زندگی من هست و میاد توی زندگی من به یک شکلی برای من یک اپورتونیتی هست که من نوری رو به وجود بیارم در خودم، کلیپ هایی رو که اطراف من گرفته تمیز بکنم. هر کسی میاد در میزنه روی دری که الماس منو گرفته و میگه روشن کن الماستو، بیدار کن الماستو. کار داره، من میفهمم سخته، عوض شدن کار بسیار سخته. یه چیزی که خیلی آسونه اینه که من توقع داشته باشم دیگران خودشون رو عوض بکنن. همینطوری که ربای لولویان گفت بیان پیشش میگن که آقا یه کاری بکنم مثل من فکر بکنه. That doesn't work. یه چیزی که ما یاد میگیریم and it's frustrating, I get it، به خاطر که خیال میکنیم میتونیم دیگران رو عوض کنیم. هیچ کس رو نمیتونیم عوض کنیم. تنها کسی رو که قدرت داریم و باید عوض بکنیم خودم. و این اتفاق کی میفته؟ وقتی که دیزایرش رو داشته باشم خودم عوض کنم. اگر دیزایره رو نداشته باشم به هیچ وجه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. وقتی که با یارمون، با دوستمون، با شریکمون میشینیم بحث میکنیم سر هر سیچویشنی، سر هر چالنجی، اولین چیزی که باید من به خودم بگم که دوباره این تکرار میکنم Why this is happening for me؟ چرا زن من داره یه بحث رو پیش میکشه که من زیاد باهاش راحت نیستم؟ چرا دوست من داره یه بحثی رو پیش میکشه که من باهاش راحت نیستم؟ چرا خانواده من دارن یه بحثی رو پیش میکشن که من باهاش راحت نیستم؟ Why this is happening for me؟ یعنی یه چیزی در من هست، من یک طرز فکری دارم که خدا داره برای من میگه You're sticking to a bad consciousness that is within you. Is it clear؟ یعنی هر وقت که وارد هر بحثی شدید که باهاش راحت نیستید، باهاش راحت نیستید، باید از خودتون سوال کنید Why this is؟ نه اینکه چرا این بلا در سر من میاد، نه که با این نظر نگاش کنم، بگم خدا داره به من چی میخواد به من نشون بده و بعد تحمل داشته باشم، اجازه بحث بدم، اجازه صحبت بدم، خودمو بذارم در جای طرف، بگم چرا زن من داره این صحبت رو میکنه، چرا دوست من داره این صحبت رو میکنه. What is it for me to learn? What is it for me to understand, to overcome? و بعد پرواکتیو باشم، نه که ریاکتیو باشم. ببینید اشکال غرور اینه، اشکال بدنه اینه که راحت طلبه، آسایش طلبه، نمیخواد زحمت بکشه، بیلیو میکنه به اون سیستمی که هست. بدن نمیخواد عوض شه، غرور نمیخواد عوض شه. غرور با خودش انقدر آشغال میاره که هر وقتم که این آشغالا تاچ میشه
من و شما unhappy میشیم. اصلا کاز تمام حقی نبودن ما نشامای ما نیست، غرور ماست. یعنی اگر چیزی داره من اذیت میکنه، اون چیز اذیت سول من نمیکنه، اذیت نشامای من نمیکنه، داره اذیت غرور من میکنه. پس immediately اگر اذیت شدم، بعد اگر appreciate نکنم، این میدونم سخته، ولی اگر بیاریمش استفادهش بکنیم، اون وقت هست که میتونیم به خودمون خیلی کمک بکنیم. اگر که من appreciate بکنم هر اختلاف نظری که وجود داره بین من و دنیا، appreciate بکنم. You understand how difficult and how powerful it is? The moment you appreciate the challenge, you're the cause. If you don't appreciate the challenge, you're the effect. طرف هر میزنه بگم ای وای I'm the effect. I'm not the cause anymore. ای وای باز اینو گفت. ای وای باز این شد. ای وای باز ترافیک. ای وای برق رفت. ای وای این خبر دوباره. دیگه I'm not cause anymore. I'm an effect. تحت تأثیر بادی هستم، تحت تأثیر limited consciousness هستم، اون وقت میشم یک آدم reactive. اون وقت میخواد بدنه take over میکنه. بدنه چی میخواد؟ توقع داره، expectation داره، entitlement داره، anger داره، sadness داره، doubt داره، هر چیزی که اذیتمون میکنه بیشتر و بیشتر اذیت میشه. درست مثل دندونی میمونه که cavity داره و به جایی که cavity remove بشه هی من برم یه سوزنم بزنم بهش. It doesn't get better. بدتر infection پیدا میکنه، بدتر اذیت میشه. مگر اینکه appreciate بکنم. appreciate بکنم challenge هایی که توی زندگی میاد. میدونم خیلی سخته. میفهمم. It's difficult. Very difficult. ولی کابالیست‌ها خیلی جالبه، میگن اولین کاری که اولین ریاکشنی که نشون میدن در مقابل هر چالنجی بهش میخندن. میخندن بهش. The moment you laugh, you're in control. You're not the effect anymore. You're the cause. You're the cause. You already won. لحظه ای که سخت ترین خبران بفهمیم، مشکل ترین چالنج ها واسمون پیش بیاد و من به جایی که ریاکت بکنم در مقابلش بخنم. جونم؟ This works. But you're not the effect anymore. یادتونه محمد علی کلیو بوکسره؟ میدونید این چجوری حریفشو emotionally شکست میداد؟ میخندید. طرف یه بوکس بهش میزد؟ میخندید. You can't do anything to me. بزرگتر از خودش بود. قوی‌تر از خودش بود. وقتی که میخندید دیگه قربانی نیست. دیگه ویکتیم نیست. دیگه افکت نیست. You're a cause. That's how you can appreciate any challenges. یعنی imagine شما سوار ماشین شدید، یه خانم پیچید جلوتون، یه دفعه یاد کلاس میافتید بگید Beautiful. دیگه you are not the victim anymore. You're the cause. You're in control. خدا رو شکر. شاید قرار من نرسم. I'm working on my patient. حالا ایمجه وقتی که یک چلنجی پیش میاد بین شما و هر کسی، بدنه چه کار میکنه؟ بدنه همیشه میخواد آرگومنت رو ببره، چلنج رو ببره. بدنه خیال میکنه It's a game. It's a game that I have to win. به خاطر که بدنه تحت تاثیر غروره. غروره با خودش اولین چیزی که میاره پراید میاره. غرور یعنی پراید، افتخار بی خود. افتخار بی خود. زود بهش برمیخوره. زود میشه ویکتم. چون نمیخنده دیگه. شما اگه یکی اومد بهتون گفت تو چشم چپه، immediately چه حرفیه؟ I'm a victim.
یه نفر میاد میگه آقا شما دزدی کردی، این چه حرفیه؟ یاره بی کتاب محمدی، آقا شما پای سر من حرف زدی، این چه حرفیه؟ آقا چرا احترام منو نگه نداشتی؟ چقدر اینو میفهمی؟ هر کی میگه چرا احترام من رو نگه نداشتی، he's a victim، already victim، already گیم رو باخته. لحظه که شما میرید توی مهمونی یه میزی بهتون دادن بغل دستشون و یه دفعه اگه نخندین بهش، اگر نخندین بهش، you're a victim، شبتون از دست رفته. You're gonna have a horrible night. You're gonna have a horrible night. چی تیک اوور کرده؟ غروره تکر کرده، پرایده بهش برخورده، ساتان got you. من همون آدم پر روه، پر توقع، پر اکسپکتیشن، کم پیشنت، در صورتی که ممکن اصلا طرف اشتباه کرده باشه. یعنی ایمجین، شما بذارنتون بدترین میز توی مهمون و بعد با افتخار خوشتونم بیاد بگید لاوت، از این بهترم دیگه نمیشه، بخندیم، بریم بشیم. چند سزار که دفعه صاحب مهمونی متوجه میشه که او یو دیزرو بهتر سیت، بعد تازه میان با افتخار بهتون یه حالی هم میدن، ندادنم دیگه چه بهتر، به خاطر که من نباید دنبال اون چیزی باشم که غرورم داره من دیکته میکنه. غرور همیشه افکته، دلخوری افکته، دیسپوینتمنت افکته، توقع اکسپکتیشن افکته، دیزایر بردن، دیزایر اوورکام کردن دیگری توی کار، توی بحث، حرف من باشه، چیزی که من تصمیم میگیرم، اون چیزی که من میگم، من این رو بلدم. It's an effect. It's a lack of light. رابای لولویان شیرین میگفت، سیمپل میگفت، پازیتیو باشید. چرا پازیتیو باشم؟ It's nice to be positive. But what is positivity? Is being a cause. Is being a cause, not being the effect. اون کسی که کمبود رو میبینه قربانی است. Effecte, is not the cause. اون کسی که پازیتیو میبینه و پازیتیو عمل میکنه و پرسپشنش پازیتیوه، he is the cause. He is in control of his life. He is in control of his life. کنترل میکنه تمام اون ایشوهایی که ممکنه توی وجودش باشه. اگر خسته نیستید یکی دو تا پوینت دیگه بگم. 5 minutes do I have 5 minutes? Farima is my thank you police. ما میگیم باید توی زندگی رشد کنیم، ایمپروف کنیم زندگیمونو، ایمپروف کنیم زندگیمونو فینانشلی، اموشنلی، ریلیشنشیپ. من طوری میتونم زندگیمو ایمپروف بکنم که یاد بگیرم چطور خودمو روز به روز بهتر کنم، خودمو بهتر کنم، پرسپشنمو نسبت به لایف بهتر کنم. اون وقت هست که زندگیم میتونه ایمپروف پیدا بکنه. بر نگردم به عقب. هر وقت که من برگردم به عقب به هر دلیل خوب و بدی، I'm not the cause anymore. کابالیستا وقتی که یک کاری رو میکنن که it's wonderful، نمیرن vacation بعدش، نمیرن oh wow I did the biggest mitzvah، it's time for me to go on a vacation to enjoy it. Wow, چه کاری کردم، wow یک کلیسا ساختم، right، جون این نفر رو نجات دادم، wow. No, they immediately ask what's next، what can I do next. یعنی لحظه ای که من نشستم چه از گذشتم تعریف کردم یا چه از گذشتم گله کردم، I'm not the cause of it.
چه تعریف کردم؟ چه گله کردم؟ I'm not the cause anymore. I'm living in the past. اگر نشستم از گذشتم تعریف کردم، نه اینکه خوشحال نباشم برای کار خوبی که کردم، ولی من قراره مووان کنم. به هم جوست بده، یعنی وقتی که تونستم یک کنیسایی بسازم، just for the sake of example، به خودم بگم کنیسای بعدی کجاست؟ یه بیمارستان ساختم، بیمارستان بعدی رو چجوری میتونم بسازم؟ یک مریضی رو رفتم دیدم، بگم مریض بعدی کجاست میتونم ببینم؟ How can I continue being a sharing, being giving and continuation بدم؟ شما تا موقعی که لوله آب رو دیدید، هیچ وقت رفتید گل بدید، به گلاتون آب بدید؟ وقتی که فاست رو واز میکنید، آب میاد و شروع میکنید آب دادن، این آب کانستنتلی میاد. The moment که دیگه تصمیم میگیرید دیگه گلاب به اندازه کافی آب رو گرفتن، آب رو که میبندید، it stops، تمام میشه. تا موقعی که من improve میخوام بکنم، love بدم، بخشش داشته باشم، مهربانی داشته باشم، گذرش داشته باشم، the more I give and give and give and I give into the future, I invest بکنم برای future، I'm ahead. و مهم نیست که تا دیروز چه کار کردم، مهم نیست که من تا دیروز بزرگترین صدیق دنیا بودم یا تا دیروز بزرگترین راشای دنیا بودم. It's over. It's finished. مهم الان و فرداست، چون فرداه در الانه. مهم نیست که چقدر اشتباه کردم تا دیروز، مهم نیست که چقدر تا دیروز آدم بدی بودم. من در هر لحظه زندگیم immediately میتونم زندگیمو عوض کنم، immediately میتونم زندگیمو عوض کنم. کسی که معتاد به هر چیزیه immediately میتونه همه چیز رو for a split second همه چیز رو عوض بکنه و همه چیز تموم شده است. و وقتی که من گذشته رو تموم شده بدونم، خوبی کردم، it's over, fine, good، خوبیه به من باید جوست بده که بیشتر خوبی کنم، بدیه رو باید بگم I'm gonna fix it, improve it, move on and I'm gonna move on and not to go back. کانستنتلی نگاه بکنم بگم دیگه باید چی تو خودم رو عوض کنم، دیگه vulnerability من چیه، دیگه اشکال من چیه، how else can I improve. من تا دیروز تحمل نداشتم یه نفر بشینه 10 دقیقه با هم صحبت بکنه، حالا 10 دقیقه، فردا میخوام بکنمش 15 دقیقه، یه پله برم جلوتر، یه پله مهربون‌تر باشم، یه پله قدرتمندتر باشم، یه پله کازتر باشم، تأثیرگذار باشم. من و شما پتانسیل داریم که دنیای خودمونو بکنیم گلستون، گلستونی که پر از گل و بوی عطر بوده، دنیا رو برای خودمون عوض بکنیم، خوشبختی رو بیارم برای خودم و بعد این خوشبختی و نور رو بیارم برای تمام دنیا. همش دست خودمونه. وقتی که به کسی، روی کسی حساب نکنم، توقعی نداشته باشم، اکسپکتیشن نداشته باشم، کار خوب درستم رو کانستنتلی انجام بدم. و یه چیزی که ساتان همیشه ما رو گرفتار میکنه اینه که خب تو کردی، اون کلی که نکرد، اون که نمی کنه. آقا That's ساتان. من نمیتونم بشینم بگم من خوبی کردم، اینا که خوبی نکردن چه فایده ای داره. ساتان ایمیدیتی من رو گرفته. اگر سوالی نیست یه انا بکاه بخواهد جونم. خیلی موقع ها میشه که آدم نمیدونه داره یه کاری اشتباه میکنه و همه خیلی ها هستن که فکر میکنن همه کاری رو درست میکنن. بعد خود کازموس سوالی که فریبا جون کرد خیلی خوبه. بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم نمیدونیم اشتباه کردیم، بعضی وقتا یکی رو ناراحت کردیم نمیدونیم کسی رو ناراحت کردیم، بعضی وقتا we made a wrong move, we don't know that I made a wrong move. خود من، یکی از دوستای خیلی نزدیکم به من گفت You did this. I really did this? Yeah, you did this. And I couldn't believe I did that. اصلا فکر نمی کردم I'm capable to do such a
نگتیو اکشن. اصلا باورم نمیشد که این کاری که کردم نگتیو بوده، توی اصلا پرسپشن خودم نبوده. حالا کازمازه یه جوریه فریبا جون که میاد بهت میگه، مثل این دوست خوب من که اومد به من گفت نادر you made a mistake that day you did this. من حالا دو تا راه دارم، یا میتونم بگم نه بابا خیلیم خوب I haven't changed anything I'm stuck، یا بگم benefit of doubt بگم I probably did and I move on and then I realize that's a mistake that I make. شاید من حواسم نیست، مثلا I'm not saying your example، شاید من حواسم نیست که دارم گاسیپ میکنم، شاید من حواسم نیست که دارم لاشون هارو میکنم، شاید من حواسم نیست که دارم خیانت میکنم، شاید من حواسم نیست که دارم دزدی میکنم. میدونید هر کسی کار بعدش رو somehow justify میکنه و این justify شدنه میشه part of our culture, part of our consciousness. It becomes a routine. من خیال میکنم این درسته. من خیال میکنم هر روز اگر صبح برای بچه‌م کافی درست کردم کارم درسته. ولی یه جا سیستم کازموز بیاد به من میگه که maybe you're giving too much coffee to yourself. کازموز بهت میگه مخصوصا وقتی که من خودم رو اوپن بکنم بدونم که I'm here to change. I'm here to see. ندارم not here to change به خاطر که آسونه که من نخوام ببینم، نشونت هم نمیده، ساتان هم میگه تو خیلی آدم خوبی هستی، همه بدن تو خوبه هستی، آخه بمیرم برات اون وقتی که نمیخوام ببینم. ولی اگه چشمم رو باز بکنم، دیساید بکنم که میخوام ببینم، خدایا به من نشون بده. ببینید جالبه که اینو میگی فریبا جون، به خاطر که یه پوینتی بود که من I wanted to leave it for the another وقت. میگن هر وقت توی یک چلنجی گیر کردی و موندی توش دعا کن. همون کاری که ما میکنیم، یه چلنجی مثلا بود پیش میاد میگن دعا کن. یعنی چی دعا کن؟ من از خدا چی بخوام؟ خدایا این آدمه توی زندگی من داره به من نقاما میده، یه کاری بکنید که به من نقاما نده. این هم یه جور دعاه Right? Right? That's not a prayer. That's not what Kabbalistic prays. من باید از pray بکنم که بیدار کن خدایا اون نوری که در من هست بیاد بیرون. Help me. خدایا به من کمک کن که ببینم اون نوری که در وجود من هست، اون عشقی که در وجود من هست و کمک کن ببینم که بتونم این چالنج رو حل کنم، ببینم نور و پشت این چالنج ببینم. Does it make sense؟ پس وقتی که من تفیلیم رو میبندم، شمع اسرائیل رو میخونم، عناب کاخ رو میخونم، من میتونم دو جور سوال بکنم. خدایا من عناب کاخ رو میخونم که این گره من عرشه. It's not. Not. خدایا به من کمک کن که من گرهمو خودم باز کنم. I wanna be the cause. خدایا بیدار کن در من اون انرژی، اون پاور رو که بتونم اوورکام کنم، تأثیر گذار باشم روی خودم و روی دنیا. خدایا کمک کن من بیاند این فیزیکالیتی این چالنج رو ببینم. Is it clear؟ به خاطر که وقتی یه چیزی پیش میاد، کلیپ های این دنیای فیزیکلی کاورش میکنه. ما پرسپشنمون چیه؟ روی این فایو سنسیه که داریم. میدونیم چشمه بهمون دروغ میگه، میدونیم گوشه داره بهمون دروغ میگه، ما اون چیزی که دلمون میخواد میفهمیم. من بارها شده اومدن توی کلاس، آقا شما گفتید اینو، میگم فلان هم چه حرفی زد، آقا شما گفتید. I never said this because this is what I wanted to hear. This is what I wanted to see. It's not the reality. یعنی وقتی که من دعا میکنم باید به خودم بگم خدایا ایلوژن این دنیای فیزیکلیه رو از چشم من بردار تا من نور پشت این چالنجی که الان وجود داره برای من رو ببینم.
اون وقت I'll become the cause. I become the person who can make a difference. به خاطر که خدا نیست که میرکل به وجود میاره. ما این که میرکل به وجود میاره. منم که میرکل به وجود میاره. منم که باعث میشم یه چیزی تغییر بکنه. نمیتونم بشینم بگم مثل جوکر یارو که ربایه که میگه خدایا من چرا لاتاری نمیبرم؟ میگه خب برو بخر. So I have to be the cause. Any challenge that comes to me, I am capable of fixing it. وقتی که من میگم خدایا کار منو راه بنداز، یعنی I'm a victim. I'm not the cause, I'm the effect. خدام میگه sorry. That doesn't work. That doesn't work. جناب خب پس اگر یعنی به کوخ بخونیم دیگه نونیم شده بودونم خسته. انا به کوخ میخونیم با این کاوانا که دنیا رو حقیقی تر ببینیم، نور رو پشت هر چیزی ببینیم. خدا قدرت مستر بودنمونو بیشتر بکنه، قدرت کاز بودنمونو بیشتر بکنه، مهربون تر باشیم، بخش